به همان گونه که رابطه رنگ ها در کنار هم با توجه به تضادهای رنگی بیان خاصی را به وجود می آورد. در کنار هم قرار گرفتن بافت های گوناگون نیز نوع جدیدی از بیان را ایجاد می کند. به همین جهت است که ضرورت انجام تجربه با بافت، خصوصا به کمک لامسه در کنار تجربه های دیگر، از مبانی هنرهای تجسمی مشخص می شود. آشنا شدن با مواد کار به وسیله حس لامسه، مواد را تبدیل به عناصری نیرومند برای ایجاد اثری پرمعنی می کند. برخی از متفکرین در هنر، سبک هنری جدید را عنوان کرده اند که بر اساس حس لامسه به وجود می آید. از آن جمله مارینتی رهبر فوتوریست ها می باشد که در سال 1921 در بیانیه‌ای درباره سبک تاکتیلیسم سخن گفته است. او طراحی و تولید فرش ها، تخت خواب ها، اتاق ها و به طور کلی آثاری را که به کمک حس لامسه درک می گردند پیشنهاد کرده است. البته امروز پیشنهاد او قابل توجه و تعمق است، زیرا که با پیشرفت در این زمینه می توان زمینه جدیدی از هنرهای تجسمی و کاربردی را به وجود آورد که خصوصا برای اشخاص نابینا قابل استفاده باشد. و نیز با تربیت و تقویت قوه لامسه، نابینایان نیز خواهند توانست از زمینه‌های جدید در رابطه با هنرهای تجسمی بهره‌مند گردند. مورد دیگری که در رابطه با بافت قابل ذکر است، تجربه‌های جدید با مواد تازه‌ای است که توسط برخی از هنرمندان تجسمی انجام گردیده است. کار کردن با مواد پلاستیک نرم و رنگین که خاصیت شکل پذیری خوبی دارند و به سرعت هم تثبیت شده و محکم و سخت می‌گردند، مورد علاقه نقاشان مجسمه ساز می‌باشد. در نتیجه به عالم هنرهای تجسمی ابعاد گسترده‌تری را داده است. اکنون هنرمندان و هنرشناسان به این حقیقت پی برده‌اند که ادراک حسی انسان می‌تواند نقش مهمی در دریافت‌های هنری او بازی کند. در نتیجه میدان عمل برای خلاقیت‌های هنری متنوع‌تر فراهم شده است. برخی از هنرمندان معاصر پا را از این گسترده فراتر نهاده، اقدام به ایجاد ترکیبی از مواد می‌نمایند که برای ادراک آن علاوه بر بینایی و لامسه، از قوه شنوایی نیز می‌توان بهره‌مند شد. نقاشی بیلیارد اثر جورج براک 1944 میلادی موزه جورج پومپیدو در پاریس. دست ها اثر شارژ بوشامپ 1988 میلادی پاستل روی کاغذ. Thank you.
امیدوارم توضیحات کاملی در مورد عنصر بافت تا اینجای برنامه برای شما داده باشم. لطفاً به قسمت دوم برنامه که شامل عنصر رنگ می باشد توجه کنید. لباها یا حواشی که در طراحی موجودات با خط نشان داده می شود معمولا در محل تلاقی دو نوع تاریک و روشن یا رنگمایه مختلف است. رنگمایه به عبارت دیگر میزان شدت تاریکی یا روشنایی چیزهایی است که می بینیم. توانایی دیدن به علت وجود نسبی نور است، ولی نور ام از طبیعی یا مصنوعی به صورت یک نواخ و یک دست محیط را آکنده نمی کند. اگر چنین می بود، عمل دیدن همانقدر ناممکن می شد که در تاریکی محض. هنگامی که نور بر اشیایی می تابد، نقاط صیقلی و درخشان موجود در سطح اشیا آن را با شدت بیشتری منعکس می کنند و نقاط زبر با شدت کمتر و نیز بازتاب نور به وسیله اشیا از زوایای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. جنس و بافت اشیا نیز در میزان انعکاس نور دخیل است. از این رو پدیده‌های موجود در هر نقطه از حیث میزان تاریکی و روشنایی بسیار متنوع‌اند. عمل دیدن درست به علت همین تنوع در تاریکی و روشنایی رنگمایه انجام می‌گیرد. علت آنکه ما شی را به صورت خاص می‌بینیم دقیقاً آن است که در مجاورت نقطه‌ای با میزان روشنایی بیشتر و یا کمتر قرار گرفته است. در طبیعت بین نور و تاریکی مطلق هزاران درجه وجود دارد. این درجات را اصطلاحاً میزان تونالیته یا میزان رنگمایه نیز می‌نامند. ولی در هنرهای بصری نشان دادن این درجات بسیار محدودتر است. وقتی چیزی را در طبیعت می‌بینیم، در واقع با نور حقیقی سر و کار داریم. ولی در شیء نقاشی شده یا تصویر عکاسی یا فیلم به وسیله ذرات رنگی مختلف و یا بلورهای بسیار ریزی از ترکیبات نیترات نقره که در فیلم ها و کاغذ های عکاسی به کار رفته مصنوعاً سایه روشن های مختلف طبیعی را نشان می دهند. برخلاف طبیعت که در آن تعداد درجات رنگمایه بسیار زیاد است، در هنرهای گرافیک یا عکاسی این درجات بی نهایت محدودند و معمولاً از 13 درجه یا گام تجاوز نمی کند. در مدرسه باهافت و بسیاری از آموزشگاه های هنری یکی از تمرین هایی که برای محصلان مطرح می کردن این بود که سعی کنند حتی اکثر تعداد رنگ مایه های مختلف بین سیاه و سفید را به طور جداگانه پدید آورند. بهترین هنرجویان در این نوع تمرین ها معمولاً هرگز بیش از 30 درجه مختلف را نمی توانند ارائه دهند و درجات موجود در خانه های مجاور آنقدر از حیث تاریکی روشنی یا رنگمایه به یکدیگر نزدیک هستند که استفاده عملی ندارند. برای جبران این محدودیت عملی در تهیه رنگمایه های مختلف شیوه خاصی مورد استفاده است و آن قرار دادن یک رنگمایه معین در مجاورت یا زمینه رنگمایه های مختلف است. در نتیجه این عمل به نظر می رسد که میزان تاریک روشنی یک رنگمایه ثابت در زمینه های مختلف کاهش یا افزایش می یابد. جهانی که در آن زندگی می کنیم سه‌بعدی است. تکنیک یا فن سایه روشن یکی از مؤثرترین شیوه ها برای نشان دادن بود.